الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: لقد خلقنا الإنسان في كبد. الآية، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. بینندگان و شنوندگان نهایت گرامی و ارجمند، برنامه امروزی ما هم به دنباله همان موضوع و عنوان قبلی هست که عبارت از راه‌های حل مشکلات از دیدگاه شریعت بود. به دنباله همان بحث قبلی خود، این بحث را باز هم ادامه می دهیم که ما از دیدگاه شریعت، از چشمانداز شریعت و دین مقدس اسلام، ما مشکلات و پریشانی هایی که به ما دست می دهد و پیش می آید، ما مشکلات و پریشانی های خود را در زیر سایه شریعت و دین مقدس اسلام چطور حل و فصل بکنیم. در گذشته برخی از راه‌ها را در روشنی شریعت، در روشنی آیات از قرآن و احادیث از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به بحث و بررسی گرفتیم، و امروز هم یکی دیگر از راه‌هایی که ما به وسیله آن به کمک الله متعال می توانیم مشکلات خود را ما مرفوع و برطرف بکنیم، ما از مشکلات خود بکاهیم و مشکلات خود را کمتر بکنیم لااقل، یکی از راه‌های دیگر فال نیک گرفتن و گمان نیک داشتن هست. انسان همیشه متفائل باشد، یعنی فال نیک بگیرد و خوشبین باشد. انسان همیشه به سوی اشیا و قضایا و پدیده ها انسان بدید مثبت نگاه بکند و انسان خوشبین باشد، انسان بدبین و منفیگرا نباشد، و همچنان نسبت به پروردگار خود، نسبت به الله متعال، انسان باور و عقیده خوب و درست داشته باشد که همین خوشبین بودن و گمان نیک نسبت به پروردگار خود داشتن در واقع یکی از راه‌های حل مشکلات از دیدگاه شریعت هست. ما باید بفهمیم که فال نیک داشتن یا خوشبین بودن چی معنا و مفهومی را می رساند. در واقع مراد و هدف ما از خوشبین بودن یا فال نیک داشتن این هست که انسان مسلمان قلب و دلی منشرح و باز داشته باشد، یعنی انسان قلباً انشراح داشته باشد، انسان سعی صدر داشته باشد، انسان ظرفیت سازی بکند و انسان تلاش و کوشش بکند که قلبی قوی و نیرومند داشته باشد، و همچنان انسان همیشه گمان نیک و خوب داشته باشد و انسان همیشه توقع و امید خیر و خوبی را داشته باشد. مثلا انسان هر لحظه در این فکر نباشد که من روز به روز مصیبت زده می شوم، بدبخت می شوم، مشکلات بیشماری شاید در همین روزهای بعدی مرا احاطه بکند، و همچنان انسان منفیگرا نباشد که روز به روز مشکلات و بدبختی و پریشانی من بیشتر و بیشتر می شود، بلکه ما باید خوشبین باشیم، ما باید گمان نیک داشته باشیم، ما باید انشراح صدر و قلب داشته باشیم، و ما همیشه باید تا
توقع و آرزو و امید خیر و خوبی را در آینده ها داشته باشیم. این در واقع خوشبین بودن یا فالینی گرفتن هست که در قاموس و فرهنگ اسلامی و دینی ما ریشه و اساس و بنیاد دارد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم عملا خودشان فالینی گرفتن، صحابه کرام هم با تأسی و پیروی از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در زندگی خود فال نیک می گرفتن و نسبت به زندگی و نسبت به آینده خوشبین بودن و همچنان در واقع یک انگیزه خاصی برای زندگی کردن در دنیا داشتن و دنیا را در واقع یک مزرعه و جای کشت برای آخرت و برای آمادگیری برای فردای محشر اونها می دانستن و تا حد توان و قدرت بشری خود تلاش و کوشش می کردن که استفاده های بهتری از زندگی خود داشته باشند. انسانی که بدبین باشد، انسانی که منفیگرا باشد، انسانی که همیشه دنیا را با عینک تاریک خود نگاه بکند، انسان در یک عالم از مشکلات و پریشانی و مصیبتها قرار خواهد گرفت. انسان آرامش و راحت روحی و درونی خود را کاملا از دست می دهد و همیشه انسان از زندگی شکایت و گلایه می داشته باشد. در واقع احساس می کند که تماما سنگینی های دنیا بر دوش و شانه او گذاشته شده است، مجال و فرصت و زمینه برای زندگی کردن دیگر برای او باقی نمانده است. نه، انسان باید خوشبین باشد. خوشبین بودن به ما انگیزه عمل و کار و زحمت و تلاش می دهد. ما زمانی که نسبت به زندگی خوشبین باشیم، ما زمانی که نسبت به داشته های زندگی خود ما خوشبین باشیم، در درون ما یک انگیزه پیدا می شود که ما را وادار می کند تا ما دست به کار شویم، با همت بلند و با اراده محکم و استوار و قوی و با یک اراده و عزم آهنین و فولادی ما در زندگی حرکت بکنیم و گام برداریم، همیشه در حالت تقدم، در حالت ترقی و پیشرفت، در حالت تعالی و تکامل و در حالت سیر صعودی باشیم و همیشه تلاش بکنیم که امروز ما نسبت به فردای ما تفاوت داشته باشد. یعنی فردا که می آید ما نسبت به امروز اندک پیشرفت کرده باشیم. در هر بخشی از زندگی که باشد ما اندک وضعیت بهتر و خوبتری داشته ایم، اطلاعات و معلوماتی بهتر و بیشتری را ما کسب و کمایی کردیم. انسانی که خوشبین باشد، انسانی که نسبت به زندگی دنیوی خود انسان گمان نیک داشته باشد که الله متعال او را کمک می کند و او را تنها نمی گذارد. اینجا هست که همیشه آینده خود را درخشان و مثبت می بیند و همیشه از پروردگار خود این توقع و آرزو و امید را دارد: من خدایی را با خود دارم که هرگز من را در زندگی تنها رها نخواهد کرد. ان شاء الله که در آینده من بیشتر از حالا بهتر می درخشم و من یک آینده مثبت، یک آینده مفید و یک آینده ارزشمندی خواهم داشت. و همچنان انسانی که خوشبین باشد در واقع تلاش و کوشش می کند همان فرصتهایی را که در گذشته ها از دست داده در واقع در آینده ها تلافی و تدارک می کند، تلاش و کوشش می کند تا آینده خود را نسبت به گذشته های تاریکی که داشته بهتر و بیشتر تقویت بکند و یک زندگی موفق و خوبی را داشته باشد. و انسانی که خوشبین هست همیشه تلاش و کوشش می کند که در واقع همه مشکلات، همه مصیبتها، همه غمها و تشویشها و همه بحرانها و فشارهای زندگی را در واقع تا
پشت سر خود بگذارد و در واقع زیر پای خود قرار بدهد، تلاش و کوشش بکند در حالت پیشرفت باشد، کاری را انجام بدهد که در آینده به درد او بخورد، به درد ملت و مردم بخورد، به درد جامعه و اجتماع بخورد. انسانی که خوشبین باشد چنین یک موقفی می داشته باشد، انسانی که فعال نیک نسبت به زندگی داشته باشد در واقع هم برای خود مفید است و هم برای دیگران انسان مفید واقع خواهد شد. مثلا می توانیم ما همین خوشبین بودن را یک مثال بزنیم. مثلا یک شخص مریض و بیمار است، حالا یک شخص دیگر در حالت صحبت کردن و گفتگو است. از زبان او مثلا می شنود که نام یک کسی را می گیرد که ای سالم، مثلا نام شخص سالم هست. این شخص همین نام را از زبان یک برادر و خواهر مسلمان خود می شنود. یا همچنان یک شخصی به دنبال گم شده خود هست، می خواهد که چیزی را گم کرده او را به دست بیاورد. در اینجا هست یک شخصی را می شنود که او صدا می کند ای واجد، یعنی ای پیدا کننده. در همین جا هست که این شخص فال نیک می گیرد از این دو نامی که شنیده، مثلا مریض و بیمار بوده، سالم را شنیده، اینجا فال نیک می گیرد و می گوید که انشاءالله الله متعال مرا از این مرض و بیماری که در آن قرار دارم صحت و سلامتی، عافیت و تندرستی نصیب می کند. و همچنان یک انسان که یک چیزی را گم کرده شخص دیگری را می شنود که نام شخصی را می گیرد یا واجد، ای پیدا کننده. اینجا هست که فال نیک می گیرد و به گمان نیک خود این توقع و آرزو را پیدا می کند که من هم گم شده خود را پیدا خواهم کرد. چنین گمان نیک یا چنین خوشبینی یا چنین فال نیک گرفتن در واقع در دین ما جایگاه دارد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم فال نیک می گرفتن. مثلا ما اگر به تاریخ مطالعه بکنیم، اگر به کتابهای سیرت، به کتابهای حدیث ما اگر مراجعه بکنیم، ما به این حوادث ما روبرو خواهیم شد که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در بعض اوقات در محاصره دشمن قرار داشتن، چنانچه که در غزوه خندق پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با تعداد از صحابه کرام اونها چند شب و چند روز در محاصره قرار داشتن، واقعا که زندگی به بنبست رسیده بود. از هر سمت و سو کفار و دشمنان دین الله متعال پیامبر و یاران او را محاصره و احاطه کرده بودن و صحنه را بالای صحابه کرام خیلی ها تنگ ساخته بودن. و همچنان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بار بار در طول بعثت و نبوت و پیامبری خود، یعنی در مدت 23 سال که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مبعوث به پیامبری شدن، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بار بار بکرات و مرات مورد اذیت و آزار و مورد فشار از طرف کفار و دشمنان قرار گرفتن. به انواع و شیوه های مختلف پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را اذیت و آزار می رساندن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را از وطن و از مسکن و خانه و کاشانه آبائی و اجدادیشان که همان مکه مکرمه بهترین قسمت سرزمین الله متعال هست، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را دشمنان دین خدا تبعید و جلاوطن کردن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مجبور شدن که به فرمان و دستور الله متعال از مکه به مدینه هجرت بکنن. و بار بار در غزوات و جهادهای مختلف که در مقابل کفار صورت می گرفت، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بهترین اصحاب و یاران خود را از دست دادن. حمزه سید الشهدا،
کاکای خود را رضی الله عنه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از دست دادن و شش فرزند خود را پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از دست دادن. ولی با وجود این همه مشکلات، با وجود این همه فشارهایی که بالای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آمد، ولی پیامبر خدا باز هم خوشبین بودن، ولی پیامبر خدا باز هم نسبت به پروردگار خود گمان خوب و نیک داشتن. و همیشه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با شنیدن نامه های زیبا و خوب پیامبر خدا فعال نیک می گرفتن. پس در واقع پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بهترین الگو و مقتدا و پیشوا برای زندگی ما مسلمان ها هست که ما پیامبر خود را نگاه بکنیم، زندگی و سرگذشت و داستان پیامبر خود را مطالعه بکنیم، پیامبر خدا در زندگی با مشکلات چطور اونها برخورد می کردن و اونها از مشکلات و تنگناهای زندگی چطور خود را کنار می کشیدن و مشکلات را چطور فراموش می کردن یا زیر پا می کردن، لااقل آن را کم و کاهش می دادن، کم می کردن. ما هم تلاش و کوشش بکنیم با پیروی از زندگی پیامبر خود ما این درس بزرگ را که خوشبین بودن نسبت به زندگی هست و گمان نیک داشتن نسبت به الله متعال هست، ما این درس بزرگ را یاد بگیریم و در زندگی خود هم پیاده بکنیم. بر روایت امام بخاری و امام مسلم که در صحیحین خود این دو بزرگوار حدیثی را از انس ابن مالک رضی الله عنه خادم 10 ساله پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت کردن که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن: یعجبنی الفعل الصالح الكلمة الحسنة. پیامبر خدا فرمودن که فعل نیک برای من خوشایند هست، من را خوش می آید، یعنی خوش می آید به من که من فعل نیک بگیرم. و باز پیامبر خدا خودشان این فعل نیک را تفسیر کردن که الکلمة الحسنة، کلمه و سخن زیبا هست. زمانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سخنهای زیبا را می شنیدن و زمانی که پیامبر خدا نامهای زیبا را می شنیدن، پیامبر خدا فعل نیک می گرفتن و احساسی فرحت و سرور و خوشحالی می کردن. پس ما هم در زندگی همیشه تلاش بکنیم در کنار انسانهای زندگی بکنیم که اونها مثبت نگر باشن، اونها دید مثبت داشته باشن، اونها نسبت به پدیده های زندگی خوشبخت باشن. حتی زمانی که مصیبت بر اونها سرازیر می شود، مصیبت تمام وجود اونها را فرا می گیرد، در اوج مشکلات و مصیبت باز هم لبخند می زنن و باز هم با استقبال درست از مصیبت طور مصیبت را استقبال می کنن که پروردگار خود را ناراض نمی کنن و پروردگار خود را در اوج مصیبت، در اوج غم و پریشانی باز هم از پروردگار خود راضی و خوشبین هستند. اما انسانهایی که نسبت به زندگی بدبین هستند و همیشه یک مشکل را به صدها مشکل تبدیل می کنن و همیشه از کاه کوه می سازن، چون این انسانهایی که دید منفی دارن در واقع زندگی خود را هم دچار بحران و مشکل می سازن، اطرافیان خود را، کسانی که با اونها در یک فامیل زندگی می کند، کسانی که با اونها در یک محیط و منطقه و در یک قسمتی از سرزمین خدا زندگی می کند، در واقع اطرافیان و کسانی که با او تعلق و ارتباط دارن، هواداران و طرفداران خود را هم همیشه بحران زده می سازد و دچار مشکلاتی بیشتر زندگی می سازد. درباره پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم
بروایت امام احمد ابن حنبل که در مسند خود این حدیث را به امام احمد ابن حنبل بروایت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نقل و روایت کرده که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یتفاءل. عادت همیشگی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این بود که پیامبر خدا فال نیک می گرفتن و لا یتطیر و پیامبر خدا بدفالی نمی کردن، پیامبر خدا بدشگونی نمی کردن و یعجبه الاسم الحسن و اسم زیبا و نام نیک پیامبر خدا را خوششان می آمد. پس ما هم از این حدیث پیامبر خود و از این عمل کرد و موقف مثبت پیامبر خود ما هم درس بگیریم، در زندگی خود ما هم همیشه فال نیک بگیریم، ما همیشه خوشبین باشیم، ما از دیده های منفی و از دیده های خراب کننده که انسان و زندگی انسان را خراب می سازد ما اجتناب و پرهیز بکنیم. و همچنان اگر ما واقعا ببینیم در ارتباط با فال نیک گرفتن و همچنان در ارتباط با گمان نیک داشتن نسبت به پروردگار احادیث زیاد و بیشماری از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در این زمینه روایت شده است. امام احمد ابن حنبل رحمه الله در مسند خود بر روایت ابو هریره رضی الله عنه حدیثی را از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نقل می کند. ابو هریره می فرماید که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله عز وجل يقول، الله متعال می فرماید انا عند ظن عبدي بي، من در نزد گمان بنده خود نسبت به خودم قرار دارم. ان ظن بي خيرا فله و ان ظن شرا فله. ببینید در این حدیث که حدیث قدسی هست، پیامبر خدا از پروردگار خود حکایت و نقل قول می کند. الله متعال فرمودن که من معامله و برخورد من با بنده ام در واقع نسبت به همان گمانی هست که او در حق من دارد. به این معنا اگر بنده من نسبت به من و در حق من گمان نیک و خوب داشت، من هم با او مطابق همان گمان نیک و خوب او با او معامله و رفتار می کنم. و اگر بنده ام نسبت به من بدبین بود، اگر نسبت به من گمان بد داشت، اگر در حق من سوی ظن داشت، در چنین حالتی هست من هم مطابق همان گمان بد و منفی و زشتی که نسبت به من دارد، من با او فیصله خواهم کرد. چنانچه که ما در حدیث از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در کتابهای حدیث می خوانیم، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روز از روزها به عیادت و بیمار پرسی یک مریض و بیمار رفتن که آن مریض و بیمار یک مردی کهنسال و پیرمرد بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم عادت داشتن زمانی که شخصی را عیادت و بیمار پرسی می کردن به او تسلیت می دادن، او را دل صبری می دادن، او را در واقع قلبش تقویت می کردن و می گفتن که لا بأس طهور انشاء الله، باکی نیست انشاء الله، اگر خدا بخواهد این مرض و بیماری پاک کننده است، تو را از این گناهان و معصیت هایی که انجام داده ای همین مرض و بیماری پاک می سازد. پس یکی از فایده های امراض و بیماری ها این هست، الله متعال به وسیله امراض و بیماری ها اگر انسان مسلمان صبر و تحمل بکند، نسبت به پروردگار خود گمان نیک داشته باشد و خوشبین باشد، همین مرض و بیماری که از طرف پروردگار به او رسیده سبب زدودن، محو کردن، شستشو نمودن و از بین بردن گناهان انسان مسلمان می شود. پیامبر خدا به این پیرمرد گفتند تشویش نکن، به خود پریشانی راه مده،
باکی ندارد. اگر خدا بخواهد این مرض و بیماری تو را از گناهان پاک می سازد. اما عکس العمل و واکنش این پیرمرد در برابر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم طوری بود که نسبت به پروردگار خود همان گمان را داشت. این پیرمرد گفت نه خیر چنین نیست، یعنی من را از این معصیت و گناهانی که کردم پاک نمی سازد، بل هم من تفور على شیخ کبیر، بلکه این یک تبی هست و این یک درد و مرضی هست که بالای یک پیرمرد و بالای یک بزرگسال فوران می کند و می جوشد. یعنی در واقع مانند این که دیگ بخار در حالت جوشش و فوران قرار می گیرد، این شخص همان وضعیت خود را تمثیل کرد، به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیان کرد و گفت من هم در وضعیت قرار دارم که این تب و بیماری بالای من در حالت جوشش و در حالت فوران هست، یعنی فقط من را فشار می دهد اما سبب پاکی من از گناهان نمی شود. همین جاست که پیامبر خدا هم فرمودند که بله، هر طوری که تو فکر می کنی همان طور می شود. پس در واقع این داستان، در واقع این واقعی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با یکی از امتهای خود سپری کردن و گذراندن، برای ما مسلمان ها درس هست که حتی در حالت مرض و بیماری هم ما بدگمان نباشیم. ما در اوج بحران و مشکلات ما پروردگار خود را فراموش نکنیم، ارتباط و تعلق خود را پیش از این که ما از اسباب دنیوی استفاده می کنیم و به آن نعوذ بالله و خدای نکرده توکل و اعتماد 100% خود را به آنها معطوف می داریم، ما در قدم اول باید به پروردگار خود مراجعه بکنیم. سیده خواهر ما از فاریاب به تماس شدن، بفرمایید. بله می شنوم، آواز شما را داریم، بفرمایید. بله شما آوازی مرا دارین؟ بسیار ببخشین که آوازتان درست قابل تشخیص نیست، اگر موقعیتون را تغییر بتین بهتر میشه. بفرمایین صحبت بکنین. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایین. بله بله خواهر عزیز آوازی مرا دارین؟ بله سیده خواهر، متاسفانه که تماسشان قطع شد و موفق نشدیم که تماسشان را بگیریم و اکنون وقفه ای داریم. پس از این وقفه کوتاه ان شاء الله که باز هم ادامه بحث خود را دنبال خواهیم کرد ان شاء الله که ما را تا آخری برنامه ان شاء الله که یاری و همراهی بکنین، ان شاء الله که در خدمت پس از وقفه باز هم خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا و مهربان. پس از وقفه کوتاهی که داشتیم باز هم در خدمت شما خواهران و برادران مسلمان خود قرار داریم و میاییم در ارتباط به ادامه بحث خود. بحث ما در ارتباط به این هست که ما در این برنامه هم یکی دیگر از راه‌های حل مشکلات از دیدگاه شریعت را به بحث و بررسی گرفتیم که خوشبین بودن و گمان نیک داشتن نسبت به الله متعال هست. در روشنی آیات از قرآن و احادیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ما این موضوع را به بحث و بررسی خواهیم گرفت. سیده خواهر ما از کابل به تماس شدن، بفرمایید. متاسفانه که تماسشان قطع شد، فکر کنم خواهر آوازی ما را دارین؟ بله بله بفرمایید، آوازی ما را دارین؟
با کمال تأسف که موفق نشدیم تماسشان را بگیریم، امیدوار هستم که تماسشان برقرار شود. میاییم به ادامه بحث خود و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در ارتباط به گمان نیک داشتن نسبت به الله متعال در حدیث می فرمایند: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. نباید بمیرد یکی از شما مگر در حالی که نسبت به پروردگار خود خوشبین و نیکگمان باشد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیث ما را در واقع با تأکید بیشتر به این موضوع متوجه کردند که ما همیشه باید زیبا خواهر ما از بلخ به تماس شدن. بفرمایید، آواز ما را دارین؟ زیبا خواهر بفرمایید. متاسفانه که تماسشان قطع شد. در این حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم امت اسلامی و مسلمان ها را در واقع به یک درس مهم در زندگی متوجه می کنند و می فرمایند که هر فرد مسلمان، چه مرد و چه زن، زمانی که از این دنیا رخصت می شود و می میرد، در حالی باید جان را به جان آفرین تسلیم بکند و به حضور پروردگار خود بشتابد و برود که نسبت به پروردگار خود خوشبین و نیکگمان باشد. و این زمان امکان دارد که ما در هر لحظه از زندگی خود باید با گمانی نیک نسبت به الله متعال زندگی بکنیم، چرا که مرگ یک پدیده هست که هیچ کسی این را تضمین کرده نمی تواند. شاید ما در حالت صحبت و سخنرانی باشیم که جان خود را از دست بدهیم، چنانچه که بار بار چنین حالاتی به وقوع پیوسته و حتی شاید ما در شبکه های اجتماعی چنین کلیپ ها و چنین فیلم هایی را هم دیدیم که بعضی از کسان هستند که در کانفرانس های علمی در حالت صحبت کردن و سخنرانی هستند که ناگهان به زمین سقوط می کنن و می افتن. زهره خواهر ما از کابل به تماس شدن، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. شکر است، بخیر و سلامت باشین. بسیار ببخشین کمی آواز شما تو درست تشخیص نمیشد. امیر کوتاه‌تر مشخص بگین که کی از گفتین زنگ بزنه؟ خواهد درخواست میکنه که من طلاق میگیرم. درست درست است، من مطلبتون را گرفتم. درست. زهره خواهر ما پرسیدن که گفتن خانمی که در فامیل اونها هست با ادعای خودش گفته که خرد بوده، در حالت خردی عقد نکاح اونها بسته شده و حالا که بزرگ شده و کلان شده به اصطلاح فایده و ضرر خود از هم تشخیص داده، حالا درخواست طلاق کرده و گفته که من طلاق خود را میگیرم. ببینید، در صورتی که اگر این نکاح توسط پدر صورت گرفته باشد، اگر پدر این نکاح را بسته کرده باشد و در واقع یک کفو مناسبی را برای این خواهر ما انتخاب کرده باشد، اگر این دختر بزرگ و کلان هم شده باشد، طبق مذهب امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله، این دختر اجازه طلاق گرفتن
برای خود را ندارد. عمر برادر ما از کابل به تماس شدند، بفرمایید. عمر برادر آواز مرا دارین؟ بله آواز مرا دارین، بفرمایید صحبت بکنین. متاسفانه که تماسشان قطع شد. فکر کنم امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله می فرمایند در صورتی که اگر دختری خرد خود را که تا هنوز بالغ نبوده، اگر پدر عقد نکاح او را بسته کرده باشد، بعد از این که این دختر بزرگ هم شود، بالغ هم شود، حق طلاق گرفتن و فسخ نکاح را ندارد، چرا که پدر مظهر شفقت و مهربانی هست و هیچگاه پدر در حق دختر خود ظلم و ستم روا نمی دارد. بله در صورتی که اگر پدر با اجبار و فشار به یک شخصی دختر خود را داده باشد که او از نگاه شرعی کفی مناسب نباشد، از نگاه شرعی یک انسانی باشد که درست نباشد، در چنین صورتی بله آوازی مرا دارین؟ بفرمایید. درست است، من خواهر گرامی مطلب شما را گرفتم. درست است، بخیر و سلامت باشید. میم در ارتباط به جواب سؤال قبلی گفتیم که اگر پدر در یک صورت که دختر خود را که خردسال بوده به اجبار و به فشار به کسی داده که او کفوی مناسب برای این دختر نبوده، مثلا دختر هست یک مسلمان با تقوا و درست و به کسی داده شده که واقعا اصلا از دین فرسخها فاصله داره و اصلا پروای دین را نداره، در چنین صورتی اگر اثبات شود با اسناد و مدارک، باز میتواند قاضی این مشکل را حل و برطرف بکند. اما در صورتی که خواهر ما پرسیدن و گفتن که آن خانم میخواهد که از شوهر خود جدا شود به خاطر اینکه با در حالتی که خرد بوده به اجبار به اصطلاح داده شده و حالا رضایت نداره، بلی در صورتی که اگر این نکاح را کاکا یا پسری کاکا یا ماما یا هم تعداد دیگری از اعضای فامیل برادر مثلا اگر این نکاح را بله. السلام علیکم و علیکم السلام. برادر عمر هستین شما؟ بله بفرمایید. درست درست. بسیار ببخشین برادر محترم، معذرت میخوام که پرسانه میکنم، شما به نمازاخ انشالله پایبند هستین درست؟ بسیار خوب بسیار خوب. درست، بخیر سلامت باشین برادر گرامی. شما همچنان بخیر سلامت باشین. در صورتی که اگر کاکا پسری کاکا به غیر از پدر کسای دیگری اگر این نکاح را عقد کرده باشن، در وقتی که این دختر خرد بوده بعد از اینکه بزرگ میشه و بالغ میشه، از نگاه شرعی در صورتی که به یک کفوی مناسب داده نشده باشه، در آن صورت حق دارد که نکاح را فسخ بکند. ولی اگر در صورتی که باز هم با یک کفوی مناسب این عقدی
ازدواج صورت گرفته باشد حق فسخ کردن نکاح را خواهری ما ندارند. امیدوار هستم که مطلبی سوال را گرفته باشند. به هر حال خواهری دیگری ما پرسیدند، گفتند که شوهرشان گه و ناگه در حالت خشم و غضب، یعنی بار بار اینها را سه طلاقه کرده، و گفتند که قلبا از شوهرشان نفرت پیدا کردند و حتی زندگیشان هم در یک مشکلات و تنگنای بزرگی قرار گرفته و گفتند که نمیخواهند با شوهرشان زندگی بکنند. حالا راه حل چیست؟ ببینید خواهری گرامی، همین طلاق که واقع می شود اکثرا در حالت خشم و غضب واقع می شود. این طور نیست که انسان کاملا خوشحال باشد و در حالت نرمال قرار داشته باشد همسری خود را طلاق بکند. اکثر اوقات و اغلب اوقات طلاق که واقع می شود در حالت قهر و خشم و غضب. طبق مذهب امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله در این شکی نیست که طلاق اگر در حالت خشم و قهر و غضب و غصه هم که باشد این طلاق واقع می شود. اگر با الفاظ صریح شوهر به زن خود می گوید که یک طلاق، دو طلاق، سه طلاق، در واقع دیگر این زن از شوهر خود خلاص شده و دیگر نمی تواند که با او یک جا زندگی بکند و با او در زیر یک لحاف و در یک بستر خواب با هم بخوابند و در یک خانه با هم ادامه زندگی بدهند و زندگی داشته باشند. پس گفتن راه حل چیست؟ بله، راه حل این هست که این موضوع را تلاش و کوشش بکنند، در قدم اول از طریق اعضای فامیل حل و فصل بکنند. در صورتی که اگر در محدوده فامیل و خانواده این مشکل حل و فصل نشد، تلاش بکنند از طریق مویسفیده های محل و از طریق امامی که در مسجد محل وظیفه و مسئولیت دارد چند متنفذی قومی را با امام مسجد جمع بکنند و این قضیه را در میان بگذارند و راه حل را جستجو بکنند. در صورتی که شوهر باز هم با این دو راهی که پیشنهاد کردیم باز هم آمادگی نداشت که همسری خود را رها بکند، در چنین حالتی یک زن مسلمان حق دارد که با اسناد و مدارک و شواهد به محکمه شرعی و اسلامی مراجعه بکند و مشکل خود را با قاضی مسلمان در محکمه در میان بگذارد و توسط قاضی این مشکل حل شود. بفرمایید برادر گرامی. همشیره حقش به شما بخشش کرده؟ درست است، همی میراث شما تا هنوز تقسیم نشده، درست؟ درست درست، من گرفتم مطلبتان. سلامت و بخیر باشید. در قدم سوم گفتیم زمانی که از طریق فامیل و خانواده یا از طریق امام و مویسفیدان محل اگر این مشکل حل و فصل نگردید، میتواند خواهر گرامی ما که به محکمه مراجعه بکند و این مشکلی شرعی که پیش آمده این را در روشنی شریعت توسط قاضی مسلمان در محکمه اسلامی حل و فصل بکند. برای یک زن مسلمان جواز ندارد که برای همیش در چنین یک وضعیت بد که خلاف شریعت هست ادامه حیات و زندگی بدهد که این در واقع فردای قیامت مشکلات زیادی را به بار خواهد آورد. و همچنان برادر ما عمر سوال کردن که ساز و سرود از نگاه شرعی چه حکم دارد. در این شکی نیست که ساز و سرود از نگاه شریعت و دین مقدس اسلام یک امر نامشروع و حرام و نادرست است، یعنی شرعا جواز ندارد که یک انسان مسلمان در محفل رقص و پایکوبی و همچنان در جایی که ساز و سرود است در آنجا قرار داشته باشد، خصوصا یک مسلمانی که مردم به او احترام دارند
و نفوذ بیشتری در یک ساحه و محیط دارد یا خصوصا شخصی که امام و پیشوای مردم هست، در چنین محافلی که ساز و سرود هست اصلا نباید بنشیند، چون که باز دیگران از آن الگوی منفی میگیرند و فکر میکنند که از نگاه شریعت کدام مشکلی ندارد. حتی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، یکی از صحابه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، سوگن و قسم یاد میکنند و من الناس من یشتری لهو الحدیث، که این آیه کریمه در حرمت و نادرست بودنی ساز و سرود نازل شده و فرود آمده است. الله متعال می فرماید و من الناس من یشتری لهو الحدیث، بعضی از مردم کسانی اند که اونها سخنهای بیهوده را می خرند به خاطر اینکه مردم را از راه خدا گمراه بکنند. یعنی در واقع الله متعال در این آیه کریمه فرموده که شنیدن موسیقی یا در مجموع با تمام لوازمی که دارد سبب گمراهی انسان، سبب انحراف و دوری انسان از مسیر و راه خداوند می شود. و عبدالله ابن مسعود بار بار سوگن و قسم یاد می کردن، من سوگن و قسم یاد می کنم که این آیه کریمه در حرمت و نادرست بودنی همین موسیقی و ساز و سرود نازل شده است. و در بعضی از کتابه ها در ارتباط به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نوشته کردند، زمانی که پیامبر خدا از یک جای می گذشتن که صدای موسیقی و ساز و سرود به گوششان رسید، فورا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نوکه های انگشتان خود را در گوش خود فرو بردن و داخل کردند و صحابی که همراهشان بود از او بار بار می پرسیدن که آیا هنوز هم آواز این موسیقی به گوش می رسد یا خیر. تا زمانی که آواز موسیقی به گوش می رسید، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تا آن زمان گوشهای خود را باز نکردن و انگشتهای خود را در گوشهای خود فرو برده بودن. پس امیدوار هستم که برادر ما مطلب را گرفته باشند. و برادر ما در ادامه سؤال خود گفتن که دخترهای خرد که اونها در حضور پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اونها دف می زدن و اونها ترانه می خواندن، از نگاه شریعت این چه حکم دارد؟ بله برادر مسلمان، در شکی نیست که در کتابه های فقهی و شرعی ما هم نوشته شده است در صورتی که دخترهای خرد و نابالغ باشند، یعنی هنوز به حد بلوغ نرسیده باشند، اگر در یک محفل عروسی و خوشی اگر از دف و دایره استفاده بکنند و آن دف و دایره هم چنانچه که فقها بیان کردند زنگوله ها نداشته باشد، یک دف ساده و معمولی باشد، فقط آن را بکوبند و ترانه هایی که با شریعت و عقیده اسلامی ما در تضاد و مخالفت قرار نداشته باشد، چون این اشعار و سروده هایی را اگر اونها زمزمه بکنن و دف را استفاده بکنن و آواز این محفل خوشی را با سمع همسایگان و کسانی که در اطراف هستند برسانن تا اونها بفهمن که در اینجا در روشنی شریعت و دین مقدس اسلام یک محفل خوشی و عروسی راه اندازی شده است، تا مردم بفهمن که فلانی دختر خود را به فلان جوان مسلمان به اصطلاح نامزاد کرده یا با هم این دو جوان عروسی کردن، تا این انداز از نگاه شرعی هیچ مشکلی ندارد. اما مشکل در آنجا هست خصوصا که زن و مرد با هم مختلط باشن یا دخترها و زنهایی که بزرگ هستن اونها رقص و پاکوبی بکنن و همچنان اسباب و آلات موسیقی و ساز و سرود با انواع مختلف آن نواخته شود و ساز و سرود راه اندازی شود و سبب انحراف و گمراهی جوانان شود و سبب بیخوابی همسایگان شود و مشکلات دیگری را به وجود بیاورد، از نگاه شرعی جایز نیست و مشکلاتی را همراه دارد. و برادر ما فکر کنم نورخان گفتن، بله، و همچنان عمر برادری ما گفتن جای خواب دیدن که گنجشک شکار می کنن و
ببینید از نگاه شرعی شکار کردن چنانچه که در قرآن میخوانیم مباح و درست هست و اذا حللتم فاصطادوا. الله متعال میفرماید شما مسلمان ها زمانی که از احرام فارغ شدید شکار بکنید، یعنی شکار کردن یک امر مباح و درست هست اگر یک مسلمان مطابق آموزه های دینی و شرعی اگر شکار را انجام بدهد از نگاه شرعی مشکلی ندارد. و همچنان ما در حدیث از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می خوانیم من اتبع الصید غفل، کسی که به دنبال شکار باشد، کسی که شکار بکند در واقع غفلت کرده و زندگی خود را به غفلت سپری کرده. یعنی مطلب حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این هست که اکثر اوقات همین شکار چون یک سرگرمی و تفریحی خیلی ها خوشایند برای بعضی ها هست، سبب غفلت اونها از ذکر و یاد خدا یا سبب غفلت اونها از وقت نمازهای جماعت یا این قبیل موضوعات دینی می شود. به این خاطر هست که بعضی از معبرین خواب، خواب را که تعبیر می کنن و می گوین که شکار کردن در خواب، یعنی شکار اگرچه مباح است اما دلالت بر غفلت و بیپروایی یک انسان مسلمان می کند. به هر حال آنقدر خواب نگران کننده و پریشان کننده نیست. به هر حال انسان مسلمان اگر این خواب را دید تلاش و کوشش بکند که طبعا هر انسان به اندازه مقتضای طبیعت بشری که دارد یک سلسله غفلتها را در زندگی خود انجام می دهد و زمانی که چون این خوابهایی را هم دیدیم اگر دلالت بر غفلت ما می کند ما بهتر است که یک کم کم غفلتهای خود را کم بکنیم. و همچنان گفتن که آب پلید و مردار را طوری که من شنیدم گفتن به خواب دیدن، آب اگر در خواب دیده شود که بسیار صاف و روشن و زیبا هست، آب صاف و روشن دلالت بر طهارت و پاکی، دلالت بر تقوا و خدا ترسی، دلالت بر علم و دانش، دلالت بر اصلاح و تزکیه، دلالت بر رشد و ترقی و پیشرفت در زندگی یک انسان مسلمان می داشته باشد. اما اگر ما خواب دیدیم که آب پلید و مردار و نجس هست، شاید ما عملی داشته باشیم و شاید یک سلسله کارهایی را احتمال هست چون ما بشر هستیم انجام بدهیم که اعمال ما آنقدر درست و خوب نباشد. شاید احتمالا چون این خوابی را الله متعال برای ما نشان داده تا ما بتوانیم خود را اصلاح بکنیم و از خواب غفلت بیدار شویم. نورخان برادر ما اونها سؤالی را مطرح کردن و گفتن همشیرهشان حق خودشان را بعد از این که به اونها تسلیم داده شده به برادرشان بخشیدن و باز گفتن که ابرا خط هم برای ما داده است. اینجا یک موضوع شرعی هست که آیا یک شخص اگر چیزی را به کسی بخشش بکند آیا پس حق رجوع کردن و گرفتن بخششی خود را دارد یا خیر؟ اگرچه از نگاه شرعی زمانی که یک شخص یک چیزی را به کسی بخشش می کند نباید در بخشش خود رجوع بکند، چنانچه که در حدیث از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می خوانیم پیامبر خدا می فرمایند العائد فی هبته کالکلب یعود فی قیئه، کسی که چیزی را به یک کسی بخشش می کند و باز پس بخششی خود را می گیرد و آن را مسترد می کند در واقع وضعیت این مسلمان مانند سگ هست که چیزی را قی می کند و سپس آن را به اشکم خود فرو می برد. یعنی مطلب حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این هست که از نگاهی طبیعت سالم یک مسلمان که طبع سالم داشته باشد، از نگاهی این که همت بلند داشته باشد، واقعا این یک کار پست و یک پست فطرتی هست که یک مسلمان به یک برادر یا خواهر مسلمان خود چیزی را بخشش بکند و بعد از بخشش کردن پس بخششی خود را بگیرد. و میماند اینجا که مثلا حق خود را که شاید زمین باشد یا هر نوع ملکیت دیگری باشد به گفته این برادر که خواهرشان به اونها بخشش کرده و باز حالا دعوا را در محکمه یا جای دیگر راه انداخته و می خواهد که پس حق بخشش کرده خود را از برادر خود تصاحب بکند و بگیرد.
اینها میگویند که میخواهد حق خود را بگیرد، بلی در صورتی که اسناد و مدارک و شواهد داشته باشد که مثلا بخشش نکرده، در صورتی که به اصطلاح با کمال تأسف که برنامه ما در همین جا به پایان رسید و انشاءالله اگر حیات و فرصت باقی بود در برنامه بعدی که انشاءالله به ارتباط سؤال برادر خود نورخان بیشتر معلومات ارائه خواهیم کرد، تا برنامه بعدی همه شما را به الله یکتا می سپارم. موفق و پیروز و کامیاب باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.